سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه با دینجر بزرگ. بچه ها امروز ویدیوی ریاکت به ویدیوهای قدیمی خودم رو داریم، ویدیوهایی که فقط یک بار با هم دیگه توی این ویدیو میبینیمش و دیگه این ویدیو رو شما نخواهید دید چون cringe.com. اصلا من یعنی حاجی همیشه من اینطوری بودم که ببین سعی کن مثلا ویدیوی بگیری که در آینده نگی وای نه چندش فلان، ولی خب این جواب نمیده، یعنی هر چقدر سعیشو بکنی نمیشه، در آخر بعد یکی دو سال چندش میشه. حالا چون من بچه ها یه زمانی هم سر کار میرفتم و هم کارای یوتیوبمو داشتم، رو فکر کنم از بعد از عید که من نرفتم سر کار، یعنی از 1403 که من نرفتم سر کار، سر یه سری از ویدیوهام واقعا اذیت می‌شدم که ویدیو رو بگیرم. حالا بعضیاشون رو بهتون میگم که مثلا چی بوده و فلان داستانش هم بهتون میگم. خلاصه که لایک کامنت سابسکرایب یارتون نره، بریم تو کار ویدیو. خب بچه ها من چنلمو باز کردم، جنگ غذا هاجی. خیلیا فکر می‌کنن که این اولین ویدیومه، خب ولی این نیست. اولین ویدیوی من بذارید اینجا، من پرایوتش کردم، نمیدونم چرا اولین ویدیومو پرایوت کردم. آها فکر کنم کپی رایت خورده بود. اینو نمیدونم پرایوت کردم. نمیدونم چرا پرایوت کردم. اولین ویدیوم این بود. ادیت وای حاجی، اینجور چیزا رو بچه ها یادم، هر یوتیوبری بخواید این اینتروها رو داشت. هر یوتیوبری چه میدونم، یکی یادمه یکی بود اسلحه میزد، یعنی یه برنامه بوده، با یه برنامه توی گوشی همچین چیزی مثلا ادیت میکردن. آره اصلا اینجا زده دنجر، بعد اون موقع هم آیدیم دنجر بزرگ. وای هنوز هم اینکی هم، اون موقع هم اینکی بودم پشمون. وای بچه ها این هدسته، این هدسته الان بذارید تو دوربین نشونتون بدم، این هدسته رو بالا گذاشتم میشه، لازم صاف کنم بعد از زوم من خارج بشه، اون بالا این وره این آشش میبینیدش، هدسته اونجاست، هنوز همون هدسته رو دارم. بعد حاجی بک‌گراند اینجا رو نگاه کن، بک‌گراند این رو نگاه کن، یه PS4 24 ساعته روشنه، چه میدونم برای بک‌گراند. اصلا چقدر دهنم سرویس شد سر این چنل. بعد میکروفونم رو نگاه کنید بچه ها، میکروفونم این یقه ای ها اینجا بود، از زیر لباسم رد میکردم میذاشتمش این جلو. سلام. اولین بازی هم که کرده بودم یادمه داگ دسپشن بود، بعد خیلی بازی خفنی بود، بعد بازی بود که واقعا اذیتم کرد اونم، چون مثلا از سایت ایرانی دانلودش کرده بودم، یه جای بازی گیر میکرد، یه جای بازی آخرش یادمه ایراد داشت علاوه مثلا گرافیکی اونجا باگ خورده بود، آخر بازی رو نمی آورد. بعد دیگه بعد از 2 سال هنوز براش آپدیت نیومده که مثلا سیزن جدیدش بیاد برام. یعنی خیلی بازی خفنی، این بازی ترسناک بکنیم. بعد بازی ترسناک آجا دوربین خجالت میکشم قشنگ، بازی ترسناک که دیگه، بازی ترسناک که دیگه قراره دیگه خورده تشکش کردم، یعنی تو خدای ریاکشن، خدای ریاکشن. اینو نمیدونم چرا پابلیک نکردم، نه شاید پابلیکش نکنم تا به ابد، نمیدونم نمیدونم چرا پرایوته. یه ویدیو یه ولاگ هم داشتم بچه ها، ولاگ تولد دوستم بود، اونجا بلایی به سر رفیقم میاریم که اصلا خودش گفت ببین ویدیو رو اصلا اپ پابلیکی در از ویدیو رو حذف کن، ویدیو رو دیلیت کن فلان، به خاطر همین برای حفظ آبروی دوستم اون ویدیو رو پابلیک نمی کنم. من 1000 تا هم ویو خورده بود کلن بچه ها. اولین ویدیو گرانیم سر و ملش هنی از اون زمانم. خب اینو کجام کنم؟ بچه ها یعنی همینطوری واسه خودم میکوبیدم رو کیبورد، یه کاری بکن فلان. بعد اصلا بچه ها تامنیلا رو میبینی خداست، میتونستم تامنیل مثلا رنگی با رنگی درست کنم، ولی مثلا میگفتم که آره مثلا بذار همینطوری ساده و مثلا امیلی میخواد با هم بازی کنه چه میدونم یه تامنیل ساده باشه، ولی آجی واقعا میتونستم خیلی بهتر مثلا همچین تامنیلی مثلا خوب میشد. مامان دینجر یا خدا چیه؟ چی میخوای؟ بوشک؟ وای نه چندش. سلام بچه ها چطورید؟ خوش اومدید به ویدیوی دیگه، خوش اومدید به ویدیوی مامان دینجر. خب مرحله اول حاجی وای خدا
وقت گذاشتم دیگه طبیعتاً نباید سرش قبطه بخورم فلان، واقعا ازش خجالت نمیکشم، دارم آب میشم. بچه ها یه فکت دیگه هم بهتون بگم، یادم فکر کنم از این ویدیو بود به پایین تا یه جایی، آره فکر کنم تا اینجاست یا نه وایسی، یه یکی دو ماه بود که من اصلا 4 تا دندون این والا رو نداشتم. در دست تعمیر بود، بعد مجبور بودم که ویدیو بگم که من ثه میکردم. وای نوب سگ وارد میشود این بچه ها. نوب بازی که من توی کامیونیتی کال آف دیوتی وارزون انجام دارم، فکر کنم نزدیک به 17 تا ویدیو وارزون دارم تو چنل، بعد کلا یه وین گرفتم، انقدر نوبم. حتی نوب بس نوب بودنش نیست، یک مانیتورم همین الانش هم 75 هرتز، بعد مانیتورم گیمینگ نیست، موس و کیبورد گیمینگ نبود، سیستم گیمینگ نیست هنوز هم، حالا بنده خدا رو باهاش تا 100K اومدیم ولی گیمینگ نبود دیگه، بعد ارتقا، بعد سیستمو ارتقا بدم، بعد سیستمو ارتقا بدم. وای ولاگ کوهنوردی بچه ها، اینجا یادم این کوه رو بچه ها هیچ کدوم این کارا همه قناه رو نکنید خب. چی؟ آن تو ادیتت ادیت ویدیو تو چارچوب خدایا خدایا الان میتونم کاتش کنم، ساعت 3 بام داشت 3 صبح سگو با لانچیکو بزنی نمیاد بیرون، داریم میریم کوه. منتظر ماما پروینی 12 سانتی دیم یکی فوش میده فوش نده. بچه ها منطق من، یکی فوش میده خودم یه فوش میدم یه فوش نده. خیلی بیادابه بودم من بین الان مثلا تنها تک و تنها خیلی رعایت میکنم ولی با دوستام اصلا و ابدا. چه ولاگی بود اصلا، این ولاگر رو اصلا یادم نمیاد هیچی شو، این فکر کنم از لیست ولاگاییه که قرار پرایویت بشه و دیگه هیچی نبینتش. I love you. دیگه چه خبر؟ لایک و ساب یارتون نرا، همیشه این ولاگای شخماتیک براتون میذارم این به بعد. نه نمیذاری عزیزم، قرار نیست این ولاگا بذاری، قرار نیست. از وای بچه های لباس فوجی تک بود، این لباس آسانسور هم بود پوشیده بودم بشه. وای خدا شایان وای بچه ها الان قیافه های همه تغییر کرده. واو 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 بده اینجا کاری ندارم، بسه بیدو کار نمی بکنم. میدونم من خطری هم اینکه بیان اینجا اینجا میزنم ام بریم. سام ساعت 3 صبح مرا آوردی بیرون، اگه من بذارم بخوابی بریم درمازه. سلام باب اسفنجی، ما آمدیم. سلام باب اسفنجی، ما آمدیم. چقدر بیادمم، چقدر بیادمم، چقدر اینا بچن، چقدر اینا کوچیکم، با اینکه ویدیو برات پوزیت حس کنم 5 سال شیمیایی ام تا اینجا میسوز. الان 4 نفر اصلا گیری محمد امین، اصلا با این کاری ندارم. ما نه چیکار میکنیم، شما خود چیز کن عدم خدایا الان چه داری چادر میگی؟ آره پشمارو بگیر این هم بذار من اصلا یادم نره این ویدیو رو، همین الان بزنم پرایویتش کنم اینو، این آبرو شرف برامون نمیذاره این ویدیو. من سریع اینو بزنم پرایویت کنم، چرا همچین ویدیوی آپلود کردی؟ حتی اون موقع اینقدر سواد رسانه اونجا چیزا نداشتم نگه، خب طبیعیه که آه. بچه ها ما اینجا نشسته بودیم، آها اینجا کپی، اینجا بچه اینجا میبینی یه تیکه سری میره، اینجا میبینی، اینجا من آهنگ آپلود کرده بودم کپی رایت خورد، این شایانه، این محمد رضا رفیق من. بچه ها ما اینجا نشسته بودیم بین این گروه عزیز، آخ بنده خدا یه گروه اومدن پیشمون، بعد اینطوری بود که میگفتش که آره ما اینجا رو درست کردیم فلان فکستان، شما چرا اومدین اینجا و فلان، در صورتی که اونجا مثلا این مکان عمومی بود. اومدم با بی احترامی کامل برگشتن گفتن شما پایین شهر اومدید
اینجا دنیا. آره بعد یارو اصلا نه ما رو دیده بودن، ما گفت آره ما پایین شهر اومده بودیم. بعد ما فکر کنم با اون با تجهیزاتی اونا فکر کنم مثلا تنها تجهیزاتی که داشتن مثلا فقط غذا آورده بودن، ما چادر برده بودیم، نمیدونم تن ماهیمون از کل غذا، یعنی بهشون تن ماهی رو میدادیم قشنگ ار میزدن. بعد ما گفتم پایین شهر، حالا درست پایین شهر ولی خب مثلا اونجا واقعا خیلی تجهیزات بیشه. ببین این کیف رو میبینی، ما چیزایی که توی این کیفه بود میتونست کل اونا رو سیر کنه. بعد دم چه واقعا گفتم پایین شهری که صحبت کاسو گوداتونو جمع کنید برید دقیقاً همین. چه دشمن اتاک زد که تماشا می‌کنید. آی حاجی این گاو گوسفندو ماشی با یونه نه حاجی و ببین کوهی بود واقعا، فقط بز کوهی میتونست بیاد بالا. یونم 200 که نه 20 تا گوسفند یهو ریختن سرمون مثلا. حاجی اینجا آب می‌خورن گوسفندا چیکار می‌کنی تو؟ نه چی می‌خوری دوست کلا؟ حاجی اون بطری آب رو بده اینجا اولاغا. وای بچه‌ها وای 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 اینجا من دیلی ویدیو آپلود میکردم، چون سرعتم لاغر بود. دیلی ویدیو آپلود میکردم، بعد به خاطر اینکه من ویدیومو سریع برم آپلود کنم مجبور شدم. فکر کنید مثلا ما از سمت جلوی کوه رفته بودیم که راهش خیلی آسون بود، من از سمتی اومدم اشتباهی که عملا صخره نوردی بود و میبینی مثلا اینجا مثلا درک دربند بود اینجا اشتباه. آره اینجا دربند بود، من از یه جایی اومدم بز کوهی نمیتونست رد شه و وا یادم بچا یه جوری تو کوها گم شده بودم. تو دربند اینطوری بود که مثلا مردمم نشسته بودن دیگه بچا، اینطوری بود که واقعا رفت پیش یه نفر، یارو با خانواده‌اش نشسته بود، گفتم جناب واقعا من از پشت کوه اومدم تهران کدوم سمت؟ آجی تو کوه گم شده بودم، گفتم تهران کدوم سمت فلان. اوه یک روز با دینجر بزرگ، بذارید اینم ببینم یک روز با دینجر بزرگ چیکار میکنم. یک روز با دینجر بزرگ، یک روز با خودم خیلی وقت نگرفتم بچه. اگه موجود ترسک دیرید ترسیدید منم. خوش اومدید به یک روز با دینجر بزرگ. خب بچه همونطور که توی تایتل دیدید یک روز با زندگی نکبتبار دینجر بزرگ هستیم. واقعا زندگی نکبتبار بود. حدودا ساعت 7 و هنوزم این هودیه رو دارم، اینقدر دوستش دارم این هودیه رو. و دیر شده. وای این صندلیه بچه، این صندلیه گریه کردن افتاد بچه. هر تجهیزاتی که من میخرم و شما هم حتما بخرید، اگه تجهیزاتی که گفتم آره مناسبه، چون من چه میدونم زورم زیاده و وزن زورم که زیاد نیست اونقدر، ولی خب مثلا با اشیا درست برخورد نمی کنم. مگه واقعا یه چیز خوبی باشه تو دستم سالم میمونه. این صندلیه واقعا آشغال بود، نخرید. ترکیت باشم بس که ما این ویدیو رو در جمعه میبینید برو پنجشنبه است و بعد دارم سر کار و اینکه مغزم رو لود گو میخوره. جمعه هم میرفتم سر کار و موقع از کب توره پوشیدم. آخ اونم که بریم موتورم. آخ این هونداه بچه، من عاشق این هونداه هم، عاشق این هونداه هم، عاشق این هونداه هم. اگر اشتباه نکن آره 200 هوندا 200 مدل احسان هنوزم یادمه. 99 بیمش هم تا 600 میلیون پرداخت کردم وقتی فروختم. اینو بچه ها من یک سال پیش فروختمش فروختمش 40 میلیون. به صاحبش پیشنهاد دادم که آقا جان من همین موتور رو ازت باز 60 میخرم، گفت فروختمش بودم دهنت سرویس. بکنن که این هوندا معمولی هست. نه بچه هوندا 200 توربوه حداقل هم واقعا خر بود، فکر کنم 140 تا هم بره. هشمام من با موتور الانم 140 تا میرم با هوندا. البته این موتورم 180 سی سیه ولی مثلا با 140 تا میری ترمز بگیری جمع میشه، ولی با هوندا 140 تا میرم نه دیگه مثلا از 100 تا به بالا دیگه اسرائیل بغلم میدیدم انقدر که امنیت نداشت. یعنی من با 140 تا میرفتم موتور 140 تا نمیخواست بره. ولی 140 تا من مش رفتم، حالا بیشترش نمیدونم. بریم کارگاه. به به. خب بچه ها اصلا این کار رو در منزل امتحان نکنید. چیو؟ حتی بخواید هم نمیتونید بکنید، چون تو خونه نه بزرگ راهه نه موتور. وای خدا. کارگاه رو رفته. آخ اینجا کارگاه. یا خدا. وای حاجی ستاپ قدیمیم. ستاپ قدیمیم بازم ببینم. بهم نشون میده بهتون. صندلی شروع میکنیم. صندلی دی ایکس ریسره. خب یعنی گوا میخوره دی ایکس ریسر ای افتاد خیلی بودم یه کنیم وای دیجی کالا. وای خدای قرصای اعصاب بود چی بود؟ قرص اعصاب چرا نخوردم؟ قرص جلوفه بود نه عفونت چی بود اون؟ وای خدا یا خدا سپایه رو بچا تو رو خدا سپایه رو تو رو خدا گوشی رو وای خب از این گوشه مادرم بوده.
همش مرتبه. یا خدا یا خدا واقعا هم الان خیلی مرتب ترم، خدا وکیل خیلی مرتب ترم. بعد هنوزم دفترچه‌مو دارم و هنوز هم من سر میزم پشمام یه دفترچه دارم که کارامو توش بنویسم. عجیب بود فکر میگم مثلا این کارو نکنم دوباره. ازش اینطوریه. هنوز هم دستمال دارم. فشارمه. ای قرص فشار آخ بچه ها اون موقع فشارم به خاطر آدمای گوهی که تو زندگیم بود. بچه ها جدی میگم اینو به جون عزیزم قسم، اصلا نیازی به قسم خوردن نداره چون اونایی که دور اطرافم بودن میدونستن. اون موقع فشارم میرفت بالای 20 و یه زمانی هم یادم رسید به 23. رفتم درمانگاه اینطوری بود که میگفت ببین دکتر گفت ببین تو چرا زنده ای چیکار میکنی بابا چیکار کردی با خودت چه جوری اصلا اینطوری شد چجوری فشارت از سنت بالاتره. ولی اینطوری بود که اصلا ترسیدن گفتن این بلای ملای سر این میاد. بهم دو تا آمپول زد و قرص زیر زبون داد و گفت حالا مثلا این قرص هم بخوری فلان اوکی میشه برو خونه اگه دیدی حالت داره بد میشه برو بیمارستان دیگه میشه ما نیام. وقتی من فشار خدا رو شکر به خاطر اعصاب روانم بعد این قرصا حتی این لوزار 25 بود 50 هم میخورد. بعد اینکه آخ بعد هنوزم این مانیتور رو دارم. هشدار آمریکا به ایران پنجره فرصت احیای برجا بسیار کوچک. من مانیتورم 75 اینجا وی پی ان رو روشن کردم و وی پی ان اونایی که رو سایفون چیزن اگه بدونن سایفون وقتی روشن می‌کردی یه صفحه برات اخبار باز می‌کرد. هنوزم این مانیتور سامسونگمو دارم. واقعا این دو تا رینگ لایت هم هنوزم این رینگ لایت رو دارم. اینم هنوزم پرده سبز رو ندارم. دیگه نیاز ندارم خدا وکیل. آخ بچه‌ها این علمه دهنم سرویس می‌شد. اینو من پرده سبز اینجوری می‌زدم. پرده سبز می‌خسره بودم می دیوار. یه دونه علم اینطوری اومده بود بالا بعد پرده سبز رو آویزون می‌کردم رو علمه و رو میخه. بعد پرده سبز میومد پایین. در باز می‌شد زندگی می‌ریخت به هم دیگه. پرده سبزمه. اینم کیسه که مشخصات کیس هنوز هم همون کیسو دارم. هنوزم کیسم همون. بهتون بگم. اون موقع قوی بود خدا وکیل. CPU کورایسه نسل 10 CPU کورایسه 1000 کی هم کیه؟ فکر کنم کی باشه. زوتک GTX 1070 Ti APM AMP بعد مادربرد H480 وای جوپین. قرار شد که ساعت 2 بریم بیرون. همین دیگه. همین دیگه. خستگی از زندگیم داره میباره. دیدن ازش این حیوان هیچ وقت موتور روندن یاد نگیره. بچه این اصلا جوپین یه جا با یه رفیقم نشسته بودیم. رفیقم خیلی چرت و پرت میگفت. بعد ساعت 3 صبحم بود. یهو جوپین موتور بلد نیست برونه. یهو جوپین گفت سویچ موتور رو بده. من گفتم چرا میخواد بره موتور رو بیاد چه بدونم سویچ موتور رو میخواد دیگه. دلیلشو نپرسیدم میخواد چیکار فلان بهش دادم. یعنی اینطوری نبود که مثلا بگم آره چیکار میخواد فلان. بچا سویچ موتور رو که بهش دادم یهو دیدم موتور رو روشن کرد رفت. انقدر بهش چرت و پرت گفت انقدر چرت و پرت گفته بود یار. یعنی یهو روش نال نوت شد الهی که موتور بتونه بره. شاف یادم هوندا شاف داره انتی شافات. آخ اینجاست بچه ها پره سبزه. پره سبزه اینجوری علم میگردم. بعد یک روز با دینجر بزرگم اولا اینطوری بود که صبح بیدار شدم رفتم کارگاه بعد اومدم خونه سیستممو نشون دادم بعد رفتم بیرون با جوپین بعد نشستم سر ویدیو بعد اینجا اوه میرم تو کارگاه. وای این کارگاه پیس آف شت. این کارگاه پیس آف شت. بچه ها من تو این کارگاه امتحان الهی پس میدادم. فکر کنم اینترنت هم تمام شد چون داریو. آره اینترنت هم تمام شد. خوشبال وزیر ارتباطات. بچه ها تو اون کارگاه من امتحان الهی پس دادم. یعنی با آدمایی تو اون کارگاه کار میکردم. واقعا از موقعی که از این کارگاه اومدم بیرون زندگی مثلا تغییر کرد. اصلا نمیدونم واقعا برگردم به عقب اون کارگاه رو آتیش میزنم. مثلا روز عادی از ساعت 8 میرم سر کار یعنی 8 سر کارم تا ساعت 3 برمیگردم نهارم رو میخورم ویدیو رکورد میکنم بعد میرم سراغ ادیت و بقیه داستانم. بعد بچه هیچ خب بهتون بگم من از بذارین این چوبا رو بیارم. من تا جایی که یادمه از 13 سالگی دیگه هیچی از بابام نگرفتم. آفرین آفرین مرد زندگی آفرین. یعنی هر کاری که کردم آقا ماشاءالله مرد زندگی. اکشن برید بلاگ دعوا بگیریم. نه نه قطعا نه. وای بیوگرافی دینجر بزرگ. بچه ها اینجا کیفیت شت دوربین تو رو خدا اصلا میبینمش اصلا و خجالت نمیکشم. تمیز کنم
بچه این ویدیو رو یادمه که بدون کات گرفتم، ولی اینطوری بود که اون حیوانی که باش کار میکردم گیر داده بود که من مثلا چند تا کار میخوام فلان، نه امشب الا و بلا باید بهم برسونی فلان. بعد کارا رو من همون شب دو برابرش رسوندم، یا دیدم سه چهار روز اصلا نبردش، فقط در روی کرم، فقط و فقط از روی کرم مثلا برگشت این کارو کرد. یعنی واقعا یه مریض بود، واقعا آدم مریضی بود. بچه چطورید به آشغال ترین ویدیوی دنجر بزرگ؟ الان راست توی کارگاه هستم. یعنی اون موقع هم میدونستم این ویدیو خیلی آشغال قراره بشه. خوبه، شرایطی پیش اومده که نمیتونم برم خونه ویدیو رکورد کنم، ولی یه دونه کوشن باکس گذاشته بودم توی اینستا، ازتون سوالهایی پرسیده بودم که یعنی ازتون پرسیده بودم که هر سوالی دارید ازم بپرسید. یادم کوشن باکس هم این سوالا رو مثلا چون ادیت ویدیوش کردم، بعد این سوالا رو چون گوشیم داره ویدیو رو رکورد میکنه تو کاغذ نوشته بودم، اینقدر ریزه گاری رمزه جی تی ای سان اندرس. سوال اول عباس بوهزار که بود و چه کرد؟ چرا باید همچه سوالی هم من بپرسیم؟ صد تومن بدم چقدر برمیگردونیم؟ 101 تومن. آره خدا وکیلی با آدم های خیلی گوهی زندگی میکردم. وای بخندی ماتو زدم. این ویدیوهایی که باید وای بچه ها فوتبال شرطی زدیم. این تنها ویدیویی که رفیقم محمد کاظمی توشه. محمد کاظمی یه رفیق خیلی صمیمی من از بچگی، یعنی بگم عملا با هم دیگه بزرگ شدیم، ولی مثلا فقط این یه ویدیو رو باهاش دارم. بعد بچه این مثلا دوربین نیستش، واقعا ببین چی بهتون بگم، واقعا خیلی اصلا یه خاجی خیلی چیزه شد، اصلا نمیتونم توصیفش کنم، انقدر میخندیم ببین روده بر میشیم از خنده. جلو دوربین سمم باکه، یعنی بچه جلو دوربین نمیتونه بیاد. بچه ها تو این ویدیو، اولین ویدیو الدن رینگ تو خونه، یادمه که دعوا بود خونه خودمون، چون من تو اتاق ویدیو میگرفتم. بعد این ویدیو قشنگ وسط جر و بحث خانواده بود. بعد مثلا من نمیدونستم بیام چیز کنم، اصلا آجی این ویدیو واقعا شت بود. این ویدیو یهو سر صدا رفت بالا، من دیگه مجبور شدم ویدیو رو آف کنم. ببینید نوکرم حاجی، نوکر حاجی انتقام بودو بده خیلی دستم درد میکنه. بعد مثلا ادامه پارتی ویدیو اندینگ نگرفتم، قشنگ وسط دعوا داشتم الرنینگ بازی میکردم. الرنینگ هم حیف شد، واقعا کامیونیتی خیلی خوبی میتونستم بگیرم ازش. وای بچه ها اینجا اولین باری بود که فکر کنم اومده بودم تو این اتاقه، اولین بار بود. یعنی الان خیلی دوست دارم ببینم تو اون اتاق اون زمان چی داشتم الان چی دارم آجی. بعد اینم بهتون بگم، من در اصل یه چنل دیگه دارم که از این چنلی که الان هستیم دینجر بزرگ خیلی قدیمی تره، و اینطوریه که اونجا یه ویدیو دارم اصلا نمیگی، اصلا میگید این دینجر نیست، اصلا اینجا نها کن توپول گوش بخورده. سلام بچه چطورید؟ خوش اومدید به اولین ویدیوی 1401. احتمال زیاد 1402 سال پیش قشنگ فیکس. الان که دارید این ویدیو رو میبینید سال تحویل شده، اول از همه سال نوتون مبارک. الانم دقیقاً ساعت 6:21 است، نیم ساعت مونده به سال تحویل دارم این ویدیو رو میگیرم. همیشه ویدیوام عجب غریب بود. آخ حاجی وای اصلا من حواسم نبود به اتاق. بابا زیخو کیفیت 144، خدا لعنتت کنه وزیر ارتباطات، یوتیوبر مملکت ویدیوهای خودش رو 144 میبینه. اصلا قرار شد که هر سو هیچ فرقی هم نگه چون کیفیت دوربین خودم ریده بود. وای خدا اتاق خالیه. آخه من چه این کاری سر هنوز دارم، اینو رفیقم بهم کارو تولد داده بود چون ازام ریشم زیاد بود، این دستاتر هنوزم دارم. کریتوسی که اصلا اینجاست، اینا بالا دستمش نمیرسه. الان اتاقو نا کنید عتیق فروشیه. انقدر توش وسیله گیمینگ دارم. الان نزدیک چقدر باجی اتاقم کبیر لوت بود اصلا. وای توی مینیچت مردم رو مسلمون کردم. پشمام یه زمان مینیچت هم میگرفتم من. یه زمان مینیچت میگرفتم، یه آدم نمیاد این ویدیو رو. هلو مرحبا حبیبی، خفه شو حبیبی جون مادرت. خفه کنیم قبل از اینکه وارد ویدیو بشیم، لایک و کامنت سابسکرایب. هلو الو قطعاً من اینجا بهش گفتم یو ار جاست ا کات. ویدیوم رو 720 پشمون، حالا به تمدن 1080 نرسیده بودم. کن یو سی بسم الله؟ او بچه‌ام هست. یو گایز بسم الله، کنگراتولیشن یو ار ناو مسلم مای سیستر. پسر گوسفند. دو یو نو وات از ایت مسلم؟ پسر دنج یو ار می مسلم ناو.
یو ا گود پیپل. بچه‌ها دیدم تو اون زبونت. بیا حاجی، حاجی بیا، حاجی بیا. ای بابا سگ تو روت، بیا بذار آخر عمری توبه کن. رد کن گوزو. این رد میکنه بچه. حاجی بیا، حاجی بیا. این فکر کنم همون قبلی هست که میخواستم کاری کنم توبه کنه. بیا ای بابا سگ تو روت نره دیگه. جوری نمیشه بعد اینه. این طوری دختره چی میگی؟ مسلم؟ یا اون مسلمونه بعد مثلا انشاءالله. رمضان why are you eating? It's a Ramadan. آه راست میگم آره میزنم. Why you don't have a salad? It's a Ramadan, Ramadan, you must go to salad. So much. چی کار داریم مردم؟ حیوان چی کار داریم مردم؟ به تو چه کرچی که هست؟ این کسخل با حال. Hello. Yo bro, Wagwan. What's up? Why are you doing? Cleaning? زنزلیل خاکس سرت. زنزلیل خاکس. وای چقدر بیشعور بودم. خب شد بچه کتاب خوندن تاثیر داره. کتاب بخونید. وای خدا. What? My friend, can you say بسم الله؟ بسم الله. Congratulations, you are now Muslim. No, I'm not. اما ببینید ریاکشنش چیه. Yeah, you are Muslim now. Don't eat anything. It's a Ramadan. What? I eat pig now. آه ایت پیک ناو میگم همین الان خوب خوردم. اوه don't اوه حاجی اون موقع زبان خوبه، زبان بهتر شده خدا وکیلی. نو بچه ها من مثلا خیلی ها فکر میکنن که مثلا زبان انگلیسی من چیزه مثلا دوبله هندی رو نسبه. نه واقعا دوبله هندی نه، مثلا من اینطوری don't tell me what to do اینو زبان هندی من دوست دارم چیز کنم لهجه انگلیسی شو، ولی مثلا چی بگم مثلا یه مثلا next stop continue چه میدونم این جمله دیگه پیدا کنم مثلا share download thanks sleep danger بزرگ مثلا اینطوری نمیخونده میشه. مثلا اینا بخوام هندی میگم share download thank you clip. ادای هندی ها رو در میارم. no alcohol no drink. ها الان جلوم الکل میخوره رو هر سواره. no don't do it don't یار کافر کافر من یار کافر به تو چه یارو چی کاره. my country is muslim bro. یار آجا مسلمون تو میزم ریخته هرکی این مسلمونه و یه دن اصلا خوچ خور بودون خوچ خور. hello sister. hello Arabic boy. What's up? ایرانی بود، ایرانی بود. I can see you because you are not have a hijab. این دختر خوبی بود بنده خدا. You are Muslim. بنده خدا این دختر خوبی بود. Why do you don't have any hijab? Do you know what that is? حاجی من تبلیغ اسلام نمی کردم. دخیل اسلام نشان می کردم اینجا کذابت. Can you have a salad? Yeah. خیلی فاز تعصبی گرفته بود. یادم این بنده خدا کلاش اینجا رو سرش. اینو یادمه. این بنده خدا رو یادم کلاش اینجا رو سرش به خاطر من. What does mean? آخه بنده خدا واقعا بیشوری دنجر. واقعا بیشوری دنجر. Thank you. You are good person. Hello Rush. Good person. Good present. بلش کن. The boys can you have a bang bang bang? وای خدا بچه اینا کسخلیت هم اینجا خلو چل موله چلیش فشار اومده بود زندگیم کلا تو فشار بود. الان خدا رو شکر از گادافارا خوب شد. از گادافارا یعنی زندگیم رو به پیش رفت رفت. نینید مثلا کو گادافارا رو بیارید. آخون گادافارا نسخه قبلی مثلا اینجا بهتر شد بازی، یعنی زندگیم رو به بهبود رفت. یه سری آدم را از زندگیم هست واقعا آدم های دورتون خیلی تأثیر دارن. بهتری صدای های کریتوس فشبام. این تامنیل رو خیلی دوست داشتم. تامنیل اینجا کشتی کج بازی کردم با این حیوان. بهش میگم یه عکس بگی من بزنم تامنیل. نه خودت یه جوری بساز. نم چه جوری بسازمت من. آه اینجا تازه گالافار 2018 بود. ولگی اهدای خون اشمام. آموزش سقف ابر RGB اشمام. چقدر ولگ متنوع بیشتر میگرفتم قبلا. الان میگم خیلی وقت ولگ دنگی خیلی فهم یه سال شده ولگ وقت نمیافت. وای بچه‌ها این چالش 5 ثانیه خدا بود. اینو ما مجبور شدیم دوبار رکورد کنیم. چرا؟ چون اونجایی که اون موقع دوربین نداشتم یه بار کامل رکورد کردیم فلان، بعد مثلا ژوپینم دسترسی به دوربین نداشت، به گوشیم نداشت، به گوشی میگرفتم با همین گوشی افتاد یکم. بعد اون موقع دسترسی به دوربین مثلا دوربینم پشت نمیتونستیم نگاه کنیم. یادیم که گوشی فقط 2 دقیقه تصویر برداری کرده، نیم ساعت نیست. به خاطر همین اولش هم دقت کنید یه خورده خیسم ویدیو رو دوبار گرفتیم.
بعد بازی استری هم یادم اون موقع پر ویو ترین بازی، مثلا قبل اینکه مثلا ویدیو 10K بگیره و اینا، پر ویو ترین ویدیو ها مثلا رو استری بود. استری خیلی بازی خفنی بود. این اولین ویدیو بود که مثلا بالا 5K ویو خورد، اونم استری دیگه میشم نخورد. وای بچه این ویدیو باحاله، اینو پاک نمی کنم. اینه این ویدیو رو پاک نمی کنم، این ویدیو واقعا خنده داره. با این بازی ترپ ادونستور 2 یکی از سخت ترین بازیایی بود که تمامش کردم بچه‌ها، پشمتون می‌ریزه، خیلی سخت بود این بازی. یادم بعد این بازی هم رفتم چیز، رفته بودم شهر اردبیل یه مسافرت رفته بودم فکر کنم، بعدش کلی تیزی خفن خریدم. خواجه چرا این تیزی ها نمیخرم؟ چرا این خرید میدا نمیکنم؟ با اینکه الان بچه ها خیلی از این خریدای اینجوری دارم و ولی ویدیوش نمیکنم، نه احساس میکنم که مثلا یه وقت چه میدونم یکی بخواد بگه شوافه یا همچین چیزی، نه حس خوبی نه. اگه بخواید واقعا میگیرم، ولی مثلا الان دیگه اونقدر علاقه بهش ندارم، ولی یه حتما یه سریالی طور ازش درست میکنم که چه ویدیوهایی گرفتم چه ویدیوهایی نه. ولی اگه مسافرت اردبیل، وای بچه دوستان اردبیلی، رفیقم خیلی خیلی بیادبی میکرد موقعی که مثلا میومد سمت خونمون و اینجور چیزا، منم نه آراش گذاشتم نه برداشتم نه همچی چیه هرچی هست حاجی. فکر کنید برداشتم چیز کردم، رفته بودم وسط مشکین شهر، بعد اینا میشناختن مشکین شهر، شهر ترک نشینن، یعنی عملا 99% ترک هم به جز اونایی که مثلا میرن اونجا مسافرت. فکر کنید من اونجا رفته بودم به جلو مثلا داد میزدم، میگفتن آره مثلا میفهمیدن که من فارسم، میتونم تهرانی هم یا مثلا ترکی بلد نیستم، میگفتم سیکیم یعنی چی؟ بعد این کلمه سی اینجور چیزا یه فوشه به ترکی، منایی که ترکی هم قشنگ متوجه میشن، آمدم سیکیم یعنی چی فلان، بعد اینم آب میشد کف زمین، میگفتم کسافه این تلافی اون. قراره که ولاگ سه نفره داشته باشیم، دینجر بزرگ هستش، آقای جوپینو و محمد. این که نیست به نظرت کی نیست؟ محمد نیست به نظرت کی نیست؟ هیچون این واقعا بچه ها توی رفاقت رو بچه ها اینجا کلن ریاکت فیک رفاقت رو گو خانم می چرا؟ آگ بابا باشه ریاکت کاملا فیک، می چرا؟ بچه ها می چرا ریاکت فیکه؟ چون من 5 تای جوپینو حریفم، اولا 5 تای جوپینو قشنگ میخوامونم زمین، بعد اینجا جوپین داره من رو میزنه، همه چی همه هنگ شده بود برای ویدیو. بابا صورت خودش رو فون منطقیه. اوکی بریم بزرگ که اینجاست و به به دست آقای محمد درد نکنه واقعا. آی خدا زهی بار خودش ببسم آب بشه بره رو زمین، آب بشه بره رو زمین. کاظم این میدیو یادته؟ آدم مهمون نوازیه واقعا، دستش درد نکنه، واقعا دستش درد نکنه. آجی دارم ویدیو بگیرم یارو یادته یا نه؟ ولاگ اردبیله. وای حاجی این بلا گرده بیله. آقا امروز اومدیم آدیداس رو میبینید؟ امروز اومدیم که این چاقوه با چاقوه کلمبیا. وای بچه ها رفتیم اینجا، یعنی گوه تو دهنت کازم، اینجا بو گوگرد هم میاد. بو گوگرد نبود، بو شت بود عملا. گوگرد بچه ها یه بویه نم، اگه تو مدرسه هاتو مثلا چوسوزه بویه، ببین تخم مرغ قشنگ گوگرد. اگه میخواید الان شریک باشید با ما، بوی شبی تخم مرغ بزن. آره دقیقاً. بعد اینجا ما گرفت، وای تو اینجا شبش گرفته بودیم خوابیده بودیم دل آتش دار دوباره کافی سی این چیزه سانسوره من این کازم سویت دایجستیو داریم، آخراشه نمک داریم، نمک خوبه دیگه همینا دیگه بچه ها بفرمایید نمک گیر نشیم، نمک نداره نمک شده. وای خدا بچه اینقدر کار من همیشه بچه تو اونو لاشی بازی مو دارم، اون که مرد شهید شد یارم خواب همیشه خوابه. اینم که بچه باید 4 تا کارت شبی هم باید بندازین. من شوپین همیشه تو بازی کردن این شکلیم ها که چی میشه اینقدر کارت اومد گفت دوتا سه بچه ها به اینقدر کلوفتی کارت آمودان گذاشتم دوتا سه بچه ها. اگه میخواید تا ابد بتونید بازی کنید اونو بازی کنید، هیچ وقت تموم نمیشه گوه میخوره
همیشه بالاش بازیامون تموم میشد. بچه‌ها شب باورتون نشه ولی شب تو این چادر خرس به ما حمله کرد، گرگ به ما حمله کرد، هر خری بود جنگل آمازون میرفتی یا کمتر اینجا حیوان داشت. بعد به این بیشورا میگفتم، میگفتم نه مگه خرس مثلا میتونه بیاد بفهمه در چادر کدوم ور در بزنه بیاد تو؟ کسافت. حیف که تو جلو دوربینم، مگه نه این فوشای آبدارتری بهتون میدادم. وای بچه‌ها اینجا اینجا بس سنی میخوام، بعد میخوام با یارو ترکی هم حرف بزنم، میگم بیدنه وایت ترکیات بدم اون الان دارک و بگی بیدنه دارک، هم بگم بیدنه یلو، بیدنه یلو دلت سرویس. وای حاجی این تنها اردبیلی بود که رفته بودم و چه ولاگ شتی شد. موتور میان هرچی میشه به جون مادرم، این اینطوریه به جون اینم اینطوریه. کسافت گوه بگیرم ویدیو را، یه چهار تا ولاگ به خدا اینا آدم میگیرن گوه بگیرم ویدیو های چنل رو. از یک سال پیش من این وزیر ارتباطاتو گرفتم روش. خوشم میاد. با اینجا زمان چیز بود، اینجا رو واقعا نیستمش، اینجا ریش در آورده بودم، جنگاری عزیزم مرده خدایی نکرده. مرد گوشتخوار، این بازیه رو بچه خیلی دوست دارم، مرد گوشتخوار با حاجی گاردراف بند بند. نه اون نبود، یه بازی دیگه هم اینه، گاردراف بند بند نیست، نه یه بازی هستش پاپی پلی تایم. آره پاپی پلی تایم واقعا خیلی هست. من پاپی پلی تایم نیست، یه بازی دیگه هست فکر کنم، اینجا باید باشه طبیعتا. اون واقعا از اون متنفرم، اصلا دوست دارم دیگه برمش. ولاگ با تبر کریسمس، بچه این تبره رو آتا بهم هدیه داده، یکی از بچه های چیز واقعا عشق منه آتا، یکی از قدیمی ترین ویورهاست. خیلی از بچه های قدیمی رو اصلا واقعا خیلی دوستشون دارم، یعنی هنوزم که هنوزه باهاشون با خیلی هاشون حرف میزنم، با خیلی هاشون البته دیگه حالا طرف هم دیگه نمیتونه با هم حرف بزنه، مثلا دیگه اونقدر تو اینستا نیستم، ولی میگم این تبر کریتوس و کادوی تولد بهم داد، خیلی خوب بود، این واقعا یکی از بهترین کادوهایی بود که گرفته بودم. به به کراش المؤمنین. بچه این رزیدنت اویل یادم تیزر داشت، رزیدنت اویل تیزر داشت، چقدر این رزیدنت اویل ریمیک 4 رو من عاشقشم. تیزرش رو میاره، به خدا بیا همینجا مهمون باشیم، تو رو خدا نرو، جان من نرو. واقعا ریاکشن هم همین بود، اشتایی رو داشتم اینا با هم میموندن کتا مانیتور شستم. آخ اینجا چه تیزری بود، خیلی قشنگ درستش یاد بودم پشمام. بعد اینجا هم فوتیج نداشتم از بازی، بازی رو نرفته بودم جلو، بعد اصلا ادیتور نداشتم، یعنی ادیتور الان عشق من علیرضا. نداشتم مثلا، نمیدونستم چه جوری تیزر رو اینطور بزنم، ولی قشنگ در اومد. اینجا نگاه کن مثلا ترنسلیت رو ببینید، ترنسفورم. اینجا خندم میگیره، با اینجا این ویو رو خیلی دوست دارم. بچه ها یه خاطره راجع به این بهتون بگم، اینو ما رفته بودیم سمت جاج رود، اونجا یه منطقه ارتشی تور داشت، بعد اینو من غلاف اسلحه داشتم، بعد غلاف این بود، این اصلا واقعی نیست، اصلا اسب بازی و من اون دارمش، اینو من گذاشته بودم جیبم، بعد غلاف اصلا رو زانون بود به خاطر اینکه چیزه، بذارید این برم کنم مشخصه اینجا، قشنگ میخواستم فاز لیان اسکندی بگیره اینجور داستانا، بذار اینجا رو این پام بود، الان بس نیست، اون یکی پامه. خلاصه من اینو گذاشته بودم پام، بعد طرفم تا من دید، مثلا دید مثلا اینجا اسلحه دارم، مثلا تیپ هم این شکلی سیاهه و مثلا فلان، شروع کرد سلام قربان خوبین خسته نباشین فلان فگستان. گفتم چرا مثلا اینجا قربون سلقم میره. بعد رسیدیم تهران، بعد رفیقم گفت واجی نکنه مثلا اصل حرف کر واقعیه فلان، بگه تو مثلا ماموری چیزی هستی، واقعا به عنوان این مامور تیپم خیلی خفن بود، گفت نکنه فکر کردم مثلا این معمولی تکاوری انی چیزی هستی. یارو هم بنده خدا باورش شده بود، خلاصی که این خیلی خوب بود این چیزش. ولی الان بچه خیلی حرفه‌ای شدم تو یوتیوب، یعنی خدا وکیلی مثل قبل نیست، قبلا اصلا حواسم به یوتیوب هم نبود، فقط ویدیو هر چی هست بگیر بره. نه الان خدا رو شکر هم همه چیم طبق برنامه است، هم
میدونم چه ویدیوهایی باید بگیرم چه ویدیوهایی نباید بگیرم. بچه ها راجع به اون خفگیری که با کازم داشتیم اینجا بعد بنده خدا رو تو این ولاگ همین اردبیل کجاست ولاگی که خفتش کرده بودیم میگه اینجا که داشتی فیلم میگرفتیم دستمو بسته بودی چاقو دستت بود یه لحظه مادرم وارد شد و بنده خدا ترسید مثلا واقعا مجهشو خف کردیم. او چلک سیگی مامن سی کاویو خورد پشمام بذارم کامنتشو بخونه اینم چیه ولی چه آهنگی بودا. توی سانکلود هم بچه خیلی ها چیزش کردن هم. توی سانکلود هم حالا لینک سانکلود هم واقعا پروموتش نکرم بنام چقدر ویو خورده الان این ترک هشتر خیلی هاتون الان نمیدونید من یه ترک دارم واقعا یعنی یه آهنگ رکورد شده و مطمئن شون کن و لذت ببر دور دو بری شب و روز و فل باشید با این بچه مچه کونی ها محفظ حالا همچون ینگ بچه ها من خدا وکیلی توی بحث رپ اوه 104 تا ویو تا الان توی 7 روز گذشته 104 تا ویو خورده عجیبه عجیبه شهر عجیبیه قرار گریز از کاری با جی الیکس با مشتی شوتی ها گنگس ها نیستیم ولی میاییم با آرایش اورانوس شده و برگار گونی ها انقدر بچه خوشکلیم که از تا اکبرتون باسته ما 16 کا ویو خورده این پشمام این ترک 16 کا ویو خورده حالا این ترک رو من پرایوت کردم خوب یادمه این ترک چوری 16 کا ویو خب نوکرم با اینکه میگم هنوز مطمئنم خیلی شاید ویدیو ویو چی داشه نمیدونم واقعا نباید انقدر ویو میخورد به تون زد ویو چی داشه ویو بگید اسمشو ویو مثلا پلیلیستاش مثلا خوردن یعنی بعد از چقدر بعد از یه سال طبیعی آره اینو بر تولدم داده بودم بعد از یه سال طبیعیه که همچین ویوی بخوره بعد بچه حالا من تو بحث موسیقی به عشقی برای خودم خیلی کار میکنم یعنی اینطوریه که بخوام ورود بزنم به عرصه رپ و اینجور چیزا حداقل 5 سال کریر دارم چون خیلی ورس دارم اون ترکایی که مثلا فقط کافیه که بلم وکالشون رو بگیرم خیلی آهنگه یعنی بالای 60 ترک آماده مثلا فقط بری توی استودیو رکوردش کنی و تمومش بره خیلی ورس آماده است ولی خب مثلا الان موقعش نیست دیگه فعلا یه خورده پرستیژمون رو بریم بالاتر یه خورده سواد رسانه‌ای و فرهنگ و اینجوری بریم مثلا بیشور نباشم مثلا ولی اگر دوست داشتید مثلا اون ترک رو میتونید لینکش رو توی کافی هستن سرچ کنید دنجرو آره اونجا دنجرو بزرگم کافی رو سرچ کنید توی سانکلود دنجر بزرگ براتون میارد وا اینجا تنها سرور راکستاری بود که مثلا میرفتن راکستار MTA واقعا ادمیناشون واقعا پس بچه های گلی بودن خیلی باشون حال میکردم چیز میکردم مثلا خیلی هوامو داشتن مثلا میگفتن آره این مشن اینجوریه این مثلا این کارو کن فلان واقعا خیلی بچه های گلی بودن خیلی دوستشون داشتم مثلا آجی عکس مورتال کامبت رو میبینم خیلی خوشم میاد وای و اینجا این واردنه دهن منو سرویس کرد که چیزش کنم اینجا تازه مثلا دنبال ادیتور و اینجور چیزا بودم دنبالش نبودم ولی خب مثلا هزار بار گفتم از یه ارتباطت اینترنتت ریده آجی خدا قیافه رو ببین وای 500 بار به تو به حالت عادی گفتم یه 500 بارم به زبانهای دیگه گفتم که اینترنتت ریده خیلی خوب بود این ویدیو اینجاها بچه ها اینا هیچی اولین تامنیلم که مثلا اولین ادیتور تامنیلم از اینجا شروع شد یعنی من 10 ماه دارم باش کار میکنم تامنیل ها از اینجا ارتقا پیدا که یه جونی گرفت این وسط یعنی مثلا تامنیل ها قشنگ زمین تا آسمون با اینکه الانم خیلی بهتر شده الان اساس میراجه رو هنوزم چیزشو دارم خیلی خفنه واقعا ولی ادیتور نداشتم اون موقع یادمه ویدیو ما کجا به بعد دیگه ادیتور میگیره یادم اسپایدرمنم ادیتور نداشتم الان ویکم ادیتور نداشتم اینجا هنوز ادیتور نداشتم ادیتور ما کجا اومد ایمیجینیشن یادم اینجا دیگه داشتمش اینجا دیگه ادیتور داشتم آره اینجا ادیتور داشتم ولی اولین ویدیوم یادم نمیاد کدوم ادیت میخورد با بعد فکرم باگ خورده آره چون این ویدیو ها مثلا این 5 ماهه این نباید اینجا باشه وای بچه ها بیا ببینید تو پاپیولارم توی پاپیولار من هنوز هم میگم یه ویدیویی که توش مثل سگ گریه میکنم شد پربازدیدترین ویدیوی چنل های خدا ای خدا این ویدیو کریتوس قدیمی یه مثل سگ اوه این ممنوعه ترین بازی ایران چیز شده اوه چیز باکشات هم چیز رولت روسی هم خوبه خوب ویو میخوره گرانی اسپایدر ان آجی چه چیزی اوه ترک هم جزو ویدیو برتر همه پشمان 29 کا تو یوتیوب ویو خورده خوبه خوب ویو میخوره اونا خلاصه که بچه ها این بود از
ویدیوهای قدیمی دنجر بزرگ یه سریاشون رو قشنگ نه میذارم، همه رو میذارم، آدم نه گذاشتشو که فراموش کنه که چی بوده به کجا رسیده و فلان. حالا انشاءالله موقعی هم که صدکا شدیم لحاظ تجهیزاتی هم میگم چیا داشتم برای شروع. این میگم این تجهیزاتی که الان توی این ولاگای قدیمی دیدید و اینا قدیمی نبودن. قدیمی ترش لپتاپ بود، یه PS4 تلویزیون 32 اینچی. خلاصه بهتون میگم اونو بهتون اون موقع میگم چیا داشتم، چیا دارم الان و چیا باید بگیرم. خلاصه که بچه‌ها این بود از ویدیو ریاکت و ویدیو قدیمی خودم. خیلی دوستتون دارم، امیدوارم که همیشه بتونم لحظات شاد و فانی رو تقدیمتون بکنم و یه لبخندی روی لباتون بیارم و همین لایک و سابسکرایب براتون نره تا ویدیوهای دیگر. خدا نگهدار.